با عرض سلام خدمت همه دوستان تریدر، امیدوارم حال همگی خوب باشه. دوستان، همونجوری که مستحضر هستین، فردا یعنی پنجشنبه تو آمریکا تنکسگیوینگه، در واقع یعنی پنجشنبه و جمعه تعطیل، خیلی از امون چهارشنبه هم رفتن واسه تعطیلات. خب عملا بازار آمریکا سه روز اینور، حالا دو روز هم شنبه یک شنبه که کلا تعطیل بوده، 5 روز بازار آمریکا تعطیله. پس یه وقفه 5 روزه تو اقتصاد آمریکا اتفاق میفته. این به نظر من پای اساس علمی نداره، این به نظر من باعث میشه که شاخص دلار بیاد پایین. توی این 3 روز مونده به پایان هفته ابزارهای موازی مثل طلا، مثل یورو، یو اس دی، برای اینا فرصتی باشه که بتونن خودشونو یکم بکشن بالا. الان میایم روی چارت بهتر بهتون نشون میدم. و دیروز بعد از ظهر تو بازار سهام ما بازار خوبی نداشتیم، اول بازار اصلا اوکی نبود و ممکنه این روال برای امروز هم پیش بیاد، فردا که کلا استاک آمریکا تعطیله، ولی فکر نمی‌کنم امروز بعد از ظهر ما رو سهام بازار خوبی داشته باشیم. اما بی زحمت رو چارت با من همراه باشین. طلا رو داریم می‌بینیم، عنایت داشته باشین، صبحی از اینجا کند رفت سمت بالا. اما چرا این اتفاق به وجود اومد؟ من میرم تایم فریم های دیگه‌شو میارم. از دیلی نگاه کنین، ببینین طلا از دیشب در واقع در تقلا بود برای اینکه خودش رو جمع و جور کنه. ببینین روی مووینگ 10 ما جمع کرد خودش رو، اوسیلاتورمون هم برگشت دیگه سمت بالا. اوکی، خب حالا این برگشت چقدر میتونه برگشت معتبری باشه؟ بیایم یه دونه فیبو بزنیم از ابتدا تا انتهای مسیری که اتفاق افتاده. حتی به 30% فیبو هم نرسیده، تو لاین اول فیبو گیر کرده 23%. خب پس برگشت قدرتمندی میتونه باشه. تا کجا؟ اجازه من این فاک کنم فیبو ما. عرضم به حضورتون که بیایید بقیه تایم فریم ها یه دور با هم دیگه نگاه کنیم. یه ساعته رو نگاه کنیم. تو یه ساعته به نظر من ما یه دونه هیدن شولدرز داشتیم اینجا، نمودارتون یه دور اومد بالا، برگشت، یه هایر های زد، برگشت، یه هایر های دیگه زد، اومد پایین. تا کجا باید می اومد پایین؟ تا ریشه قبلی باید می اومد پایین. اومد پایین. پس در واقع این هیدن شولدرز ما تموم شد، الان بازار روال خودش رو گرفته. حالا ما تو تحلیل تکنیکال هفتگی تو تایم فریم 4 ساعته کامل یادمه که بهتون گفتم یکی ممکنه این چارت رو این مدلی ببینه که ما یه صعود خیلی خوب داشتیم، الان در واقع رفته توی یک کانال اصلاحی و در واقع منتظر باشه بریک اوت پشت اینو بگیره. اونی که دنبال این بوده تقریبا چیزی که میخواسته داره اتفاق میفته. حتی این کندل 3 ساعت دیگه بسته میشن، بسته نشده. این کندل که بسته بشه، کندل بعدیش میتونه اون چیزی که ایشون دنبالش هست در واقع اتفاق بیفته. خب تو تایم فریم 1 ساعت دیدیم، تو 15 دقیقه مشخصه. طبیعتا تو همه اینا به شما یه نقطه، شاید تو 30 دقیقه بهتر بتونیم ببینیم، همه به شما یه نقطه میده که احتمالاً یه استاپی اونجا اتفاق بیفته، عدد 1750 اینجا. خب ببینید هم برخورد به هایرهای قبلی هستش و در واقع هم برخورد به مووینگ 30 مووینگ 230 دقیقه. مووینگ 230 دقیقه چقدر قویه؟ قبلا دیدیم 2 دفعه نمودار کلی پرت کرده پایین، پس میتونه یه دور خودش تا این طرفا شاید بیاد بالا. خب پس حواسمون باشه وقتی بازار تغییر رفتار میده ما جا نمونیم، ما هم در واقع تغییر رفتار رو تو سیاست کاریمون اعمال بکنیم. دوشنبه بازار فوق‌العاده بود، زیباترین روز بازار دوشنبه بود، هممون فکر میکنم تونستیم یه چیزی از بازار بگیریم. ولی دیروز همونطوری که پیش بینی میشد بازار استاپ کرد و در واقع امروز ممکنه یه بخشی رو بخواد برگرده. پس در واقع روال بازار از دوشنبه به اینور تغییر کرده. حالا اونی که هنوز تو فاز سل زدن مونده دیروز امروز باید کلی ضرر داده باشه. چرا؟ چون رفتار بازار تغییر کرده ولی ایشون تاکتیکش رو تغییر نداده. خب پس امیدوارم همونطوری که دیروز هم اشاره کرده بودم، وقتی بازار فوری تغییر رویه میده شما فوری به خودتون بیاین تاکتیک رو عوض کنین و در واقع تو اون حال و هوای قبلی نمونین، بتونین با شرایط جدید خودتون رو آپدیت کنین. خب امیدوارم که تو این 2-3 روز پایانی هفته بتونین ترید های خوبی بگیرین، با توجه به اینکه در غیاب دلار آمریکا باید ترید کنیم شاید بازار ملایم تر باشه و در واقع راحت تر تا بشه کار کرد. پس این روزا رو از دست ندین، ان شاء الله همگی سعی و سلامت پرسود باشین. وقت همگی بخیر.